به خاطر حرفای پشت سرت که زده شده خودکشی کردی؟ سلام بچه ها، من نیکام، به چنل یوتیوب من خوش اومدید. چند روز پیش یه استوری گذاشتم که نوشته بودم چه شایعه هایی در مورد من شنیدید. الان میخواییم با هم اونا رو بخونیم و کلی بخندیم و اینکه خودم هنوز ندیدمشون، محمد قرار ازم بپرسه. یادتون نره حتما چنل یوتیوب منو سابسکرایب کنید و اینکه اگه دوست داشتید ویدیو رو حتما لایک کنید. شما هم اگه شایعه‌ای در مورد من شنیدید حتما تو کامنت ها واسم بنویسید. دوستان عزیزم سلام. آقا قرار سوال بپرسیم. شایعه زیاد. شایعه پشت شما زیاد. چرا نه پشت شما شایعه زیاده؟ نمیدونم. بالاخره خوب. هیچی، ادامهشو نمیگم. الان میگن چقدر خودخواه، چقدر مغرور، ادامهشو نمیگم. خب. میریم که بپرسیم. بچه واقعا من ندیدم شایعه ها. سوال اول. شایعه اول بهتره بگم. بگو دیگه. با کرم با من بود، من اینجا شناس همه نمیشناسم. ازدواج کردی اومدی ترکیه؟ وای وای، من نمیفهمم. میدونی که منظورشون توه؟ من بچه ها فیله خودم غلط بخورم، این میشه مرد زندگی؟ بچه این رفیقمه، این خیلی شایعه است دیگه، واقعا نمیفهمم. دلت هم بخواد اصلا تایپ هم نیستی. پدر و مادرت از هم جدا شدن، تو با مادرت زندگی میکنی؟ نه، من پدر و مادرم با هم زندگی میکنم و خب الان مامانم اومده به من سر بزنه و بابام پیش داداشم خونه است. بپرد. تغییر جنسیت دادی؟ یا پرفز بیا اینجا. نه داری شایعه رو باور میکنی؟ باید بچه نیست. نه اصلا همچین چیزی نیست، باید نیست. بیرونت کردن از ایران؟ های بای تاتا گود بای گیا. اگه اینجوریه تو هم بیرون کردن. نه من با میل خودم اومدم. منم با میل خودم اومدم. اذیت شدم ولی با میل خودم. وای تو که راست میگی. ای آقا اینو من راست میگم. فالوور فیک میزنی؟ خجالت نمیکشی؟ وای اینو جدیدن خیلی شنیدم. خیلی تو فالوور فیک. چون اونایی که در جریان باشن سر در بیارن قضیه پیج و اینجور چیزا، میفهمن این فیک نیست. بیا یه بار واقع بین باش دیگه. واقع بین باش. فیک میزنم؟ درست جواب نه واقعا نه. دماغ تو سه بار عمل کردی. سه بار عمل کردی اینه؟ وای اول فاز من دقیقا قبل عملم هم توی اینستا فعالیت میکردم، بعد عمل کردم همه فهمیدن دوباره فعالیت کردم، چیزی نشون ندادم که نشون بده سه بار عمل کردم. کل پروسه عملم این بود که یه بار عمل کردم. باشه. تو الان اینجا چی میگی؟ داری سوال از من میپرسی؟ تایید کردم حرفتو. تایید کرد، یه بار عمل کردم. بازبینی میکنیم ویدیو رو، میبینی که تایید کرد. خودتو خیلی میگیری، خودتو خیلی میگیری، منم خودم خیلی میگیرم. نمیدونم نظر بعضی اینجوری یا نظر بعضی هم نیست. من کلن با کسایی که مثلا یه بار یکی دو بار میبینمشون خیلی دیر ارتباط برقرار میکنم و باید حتما یکم باشون اوکی تشم. میگم مثلا بچه باید یخش آب شه، بعد یخم آب شه، فکر میکنم خودم میگیرم ولی من خجالت میکشم، فقط خودمو نمیگیرم. آره. فقط دوست ما زبونش اینقدر. خب دیگه تو رو اون دوران رو گذروندی که یخم آب. خجالت نمیکشی؟ چرا؟ اول بگو میکشی یا نمیکشی؟ اول بگو چرا؟ نه نمیکشی. خجالت نمیکشی؟ چرا اصلا کتک زدی؟ چرا اثر زدی؟ من نبودم. نمیدونم بچه، من نزدم. من دست رو کسی بلند نمی کنم. من فقط رو پسر بردارم دست بلند کنم، دختر درم نمی کنم. فنا که میان باهات عکس بگیرن خب ازشون پول میگیری؟ نه. این چه سوال چرت و پرتیه؟ چرا باید فنا پول بگیرن؟ This is business. نگفته چقدر میگیرم، حداقل بیارده. نه دی درآمده دیگه، بالاخره عکس میخوام، عکسی 50 تومن. تا
ها نذاشتی محمد با دوستاش خدافظی کنه. با یا ابوالفضل بچه ها نه، اصلا تقصیر من نبود، این یه تصمیم بود که دوتامون گرفتیم واسه اینکه نمیتونستیم دل بکنیم اونجوری، ولی مجبور بودیم دل بکنیم. تصمیم گرفتیم که خدافظی نکنیم که بیشتر زجر نکشیم. چرا اصلا منو خورد میکنی؟ تو خودت اینو تایید کن. سایت بت داری؟ نیک بت؟ الان همه اونایی هم که سایت بت دارن دارن جمع میکنن، من بیام سایت بت داشته باشم؟ نه نه بچه داری؟ یکی هم نه، چهار تا. چهار تا بچه داری؟ با 18 سال سن. اصلا به من میخوره؟ نه، این از این سوال میگذریم چون واقعا جوابش واضحه. خیلی دیگه شایعه بوده. به خاطر فعالیت توی این اینستا از خونه پرتت کردم بیرون. چی؟ به خاطر فعالیت توی این اینستا از خونه پرتت کردم بیرون با لگد. لگد یا لگد؟ لگد لگد هم میگن لگد هم لگد لگد نه چرا بابا؟ بچه مامانم الان اینجاست. مامان بابام که طلاق نگرفته بودن. من به خانوادم خیلی اوکی هم و کاملا راضی بودن که من اومدم به یه کشور دیگه. نمیشه دیگه، یه کاری که شده تا قبل اینکه این استا فعالیت کنی که باهات رفیق نبود، تنها روی سپایه نشسته بود تو سایه. اتفاقا من کلی رفیق داشتم چه تو مدرسه، چون من کلاس ملاس زیاد میرفتم کلاسه. از بچگی این مامانم منو میذاشت کلاس های مسخره. مسخره که نه، ولی خب من حال نمیکردم. این مامانم خیلی تاکید داشت که من برم و سر انگوشتم هنر بریزی. به خاطر همین من خیلی دوست و رفیق داشتم. کلی کلاس رفته دارم. کلی کلاس رفته از هر انگوشش هنر بریزه، ولی هیچی بارش نیست. یاد گرفتی اینجا؟ هویجا گرژه فرنگی. یه خواهر داری؟ خب؟ ولی چون ازش متنفری اصلا نشونش نمیدی، حال نمی کنی باش؟ نه، من خواهر ندارم، یه برادر دارم که اونم هزاران بار توی اینستا معرفیش کردم. پدرت پدر واقعیت نیست؟ نه، پدرم پدر واقعی نیست. بچه ها چجوری میخوای ثابت کنی؟ پدرم واقعی میخوام یه جوری ثابت کنم. ثابت کن. تو شناسنامه نوشته؟ نه ربطی نداره. با تست دی ان ای باید بیه. من همین الان بلند شو با تست دی ان ای. تست دی ان ای هم میدم. چست؟ خب سوال بعدی. تست دی ان ای. نه بچه ها، پدرم پدر واقعی می، مادرم و مادر واقعی می، با هم هیچ مشکلی ندارم، به خوبی و خوشی دارن زندگی میکنن. حتی مامانم اینجاست. ثابت کن. ممکنه که حالا مامانم اینجاست دعوا رخ بده. ثابت کن. باور میکنی؟ چجوری؟ راه دیگه ای بگو که الان بتونم ثابت کنم. هیچ راهی نداره، حرفتو قبول میکنیم. به خاطر حرفای پشت سرت که زده شده خودکشی کردی؟ آره نمیبینیم. یعنی چی؟ سوال دیگه. آها، یعنی خودکشی ناموفق. الان میخوای بگی که سوالایی که مردم تو ذهنشون رو داره درگیرشون میکنه خب توهین میکنی به سوالاشو؟ نه خب خیلی چون تو مغز من نمیگنجه این سوالا. این تو چیزی هم هستش؟ نه فقط این تو هست. فن نداری؟ فن پیجت هم خودت زدی باز خودت. تایید میکنم اینو. الان این استاشو بیاری بالا 500 تا باز خودش فن زد. تعدادشو نمیگم، ولی چجوری اون همه فن زدم و دارم مدیریت میکنم؟ مثلا من چند تا دوست و رفیق دارم کلی ادمین استخدام کرده. اینم میشه اینو میدم. آره من نه، من فن پیجا همشون دلی هم و قربون تک تکشون بشم که اینقدر دلی پشت من دوستشون دارم. بای من قربون تک تکتون بشم. من این ویدیو منه. چه با من اینجوری برخورد می‌کنی؟ من همیشه چادری بودی؟ یهو چادر تو در آوردی. داشت تو خیابون راه می‌رفت، یهو چادر سرش بود. آره. یهو چادر تو کندی اینجوری به همین شکل. نه. بچه‌ها من یه رفیقی داشتم که عکاس بود، بعد خب این خودش چادری بود. بعد به من گفت یا مدل چادر شو واسه عکاسی. مدل چادری شو واسه عکاسی. بعد من سر اون
چندین بار چادر سرم کردم، ولی خب چادر زیاد سرم کردم و شده بود بچه باشم محرم و اینجور چیزا چادر سرم کنم، دوست داشتم. یه مسافرتی رفته بود متحول شد یهو. تو مسافرت یهو متحول شد چادر و فلان و این داستانا. هر از گاهی سرت نمی کردی فکر نکنی این برنامه مثل برنامه دور همی مهران مدیری هر از گاهی دیگه یه ماه دیگه هر از گاهیه دیگه. یه ماه بود تازه رومم نمی شد با چادر از خونه برم بیرون، همش تو خونه بودم خجالت می کشیدم. یه ماه ولی جدی میگم اون چادرا مدل فقط بودم، کلن اون آدم جوگیریه، کلن آدم جوگیریه. آره واقعا آدم جوگیری، همینو قبول دارم. آره خدا رو شکر قبول دارم. داداشت باهات قطع رابطه کرده؟ پویا با من قطع رابطه کردی؟ نه بچا، همین پیش پای شما تو دایرکت واسه هم یه چیزی فرستاد داشتیم با هم صحبت کردیم، نه قطع رابطه نیستیم، مثل کوه پشتم قربون داداشم بشم. قبل از اینکه یه چند سوالم خودم همینجوری ازش بپرسم، چنل یوتیوب تو باید چیکار کنم؟ سابسکرایب چنل یوتیوبمو حتما سابسکرایب کنید، اگه همین ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، زنگوله رو هم بزنید. آقا یه چیز دیگه، اگه شما هم یه شایعه خیلی وحشتناک در مورد من شنیدید توی کامنت ها حتما بنویسید، چون این ویدیو پارت 2 داره. بله ادامه‌ش رو واسهتون میگم دوباره، اون موقع دیگه معلوم نیست شایعه باشه یا واقعی. خب نه خدا وکیل تو این سالا اصلا واقعی نبود، اگه واقعی بود من تایید میکردم. بله اگر خوش تایید نمیکرد من تایید میکردم، ولی من که همه رو تایید کردم. دلیل اومدنت؟ دلیل اومدنم این بودش که آقا دوی میخوام بازش کنم دیگه. حالا بازش نکن بسته، آرامش خیلی مهمه، آرامش نداشتم، همین بس، واسه آرامش بیشتر اومدم. الان آرامش داری؟ آره خدا شکر. خب دو تا آرزوی خوب بکن، یکی واسه خودت یکی واسه کسایی که دارن ویدیو رو میبینن. خب اولیش که واسه کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن اینه که ایشالله به همه آرزوهاتون برسید، واسه خودم ایشالله به همه آرزوهام برسم. دوستان من به نوبه خودم خواستم بهتون بگم که خیلی دوستتون دارم، مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین، امیدوارم که لذت برده باشین. حتما ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین، شایعه چیزی شنیدین حتما تو بنویسین، و اینکه سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنین. دوستتون دارین، بریم تا یه ویدیو دیگه. بای بای.